همچنان که پیشتر هم اشاره کردم فاجعه ای که در زندان اوین رخ داد به موضوع بحث بسیاری از ناظران و کارشناسان در جهان تبدیل شده و همچنین در داخل کشورمون و محکومیت های زیادی رو در پی داشته خلاصه خیلی مورد توجه قرار گرفته این موضوع و جنایتی که رژیم اونجا مرتکب شده البته البته, البته هنوز ابعادش مشخص نیست ولی هر چی جلو میریم قطعات این پازل کم کم تکمیل میشن ولی خب رژیم آخوندی در چهل و چند سال حکومتش همواره از این موارد داشته که یک جنایتی رو مرتکب میشه و بعد ماها بعد سالها بعد, بعد خلاصه خیلی بعدش ابعاد واقعیش فاش میشه یا بعضا هنوز ابعادی ازش هست که مشخص نیست البته در رابطه با این جنایت همچنان الان بحث و بررسی زیاده و موضوعات جدیدی فاش میشه یکی از این موضوعات تصاویری هست تصاویر ماهواره هست که شرکت ماکسار شرکت ماکسار منتشر کرده که این سالن که یکی از سالن هایی هست که میگن در اونجا تعداد بسیاری از زندانیان در واقع بازداشت شده در اوین در اونجا نگهداری می یکی از سالن های اصلی محل نگهداری زندانیان بوده این تصویر مربوط به 22 مهر هست یعنی قبل از داستان آتش سوزی شرکت ماکسار حالا اومده دو تا تصویر منتشر کرده یکی قبلش و یکی هم تصویر بعدش که نگاه کنید اینجا کامل این سالن آتش گرفته و خلاصه فرو ریخته به ظاهر اینطوری که پیداست از روی این تصویر ماهواره ای همزمان فیلمی هم منتشر شده حالا فکر میکنم فیلم قبل از این منتشر شده چون این تصویر قبل و بعدش هم با هم ببینیم بله این مربوط به 25 مهر هست این فیلمیه که منتشر شده که همون شب حادثه رو نشون میده و اگر دقت کنید میبینید در حالی که داره اینجا میسوزه روی سقف این سالن افرادی دیده میشن که حالا روغن یا بنزین یا یک چیزی دارن میریزن که بله در همون نقطه که الان دایره قرمز هست این آتیش شعله ورتر میشه و معلومه که یک اقدام عمدی داره اینجا صورت میگیره برای اینجا هم باز دوباره یک نفر دیگه دیده شد اونجا همچنان که میبینید خوب این تصویر رو یک بار هم به صورت تمام صفحه نشون بدین از اتاق فرما میخوام این تصویر رو نشون بدم و بعد دوباره اون عکس‌ها رو در کنار رو هم ببینیم بله این همون تصاویری هست که گفتم بالای روی این سقف آتیش این گرفته حالا یا آتیش زدن ولی دارن اقدامی میکنن برای اینکه این آتیش شعله بشه و گور بگیره و مشخصه که یک تلاش عمدی هست بله اینجا میبینید گویی روغن یا بنزین یا هر چیزی میریزه و اما دوباره برگردیم به اون تصاویری که شرکت ماکسار منتشر کرده و خبرگزاری های مختلف از جمله خبرگزاری رویترز هم منتشرش کردن تصویر سمت راست یعنی اینجا قبل از آتش سوزی 22 مهر و این تصویر بعد از آتش سوزی یعنی 25 مهر میبینید که اصلا کل سقفش فرو ریخته بعد آتش سوزی و حالا معلوم نیست که داخلش چه اتفاقاتی افتاده ولی اون چه که مشخصه اینه که اینجا محل یکی از محلهای اصلی نگهداری زندانیان بوده در زندان اوین همچنان که گفتم ابعاد این فاجعه و جنایت رژیم همچنان در دست بررسی و خلاصه تحقیق هست باید منتظر خبرهای بعدی بشیم که ببینیم ابعادش چطور بوده